سلام، امروز با هم دیگه میخوایم بیت آهنگ کیای مهراتیدین رو ریمیک کنیم. من سمپلای درامم رو آوردم، یه سری سمپلم که حالا توی اینتروی آهنگ هست از خود آهنگ اصلی گرفتم. همه اینا رو براتون توی فایل زیپ میذارم، لینکش رو توی کامنت های ویدیو یوتیوب میذارم، اگه خواستید میتونید دانلود کنید و حالا توی بیتای خودتونم استفاده کنید. برای ریمیک این بیت سعی میکنم بیشتر از VSD های خود FL Studio مثل GMS, T-Rex, Oscillator یا هر VSD دیگه که به ذهنم رسید استفاده کنم. بریم اول پس با درامم شروع کنیم. با همین ترتیبی که سمپلام آوردم شروع میکنم. با کیکمون شروع کنیم، بریم جلو ببینیم داستان از چه قراره. پترن کیکمون به این حالته. من اینو حالا کپی میکنم، توی هش میزان بذاریم، کیکمونو بیاریم داخل پلیلیست. پترن بعدی بیایم اسنیرمونو بذاریم، همرم توی یه دونه پترن میذارم، کیک و اسنیر و حالا های هت و کلپ و اینجور چیزا رو. خب پس این هم میشه اسنیرمون. توی بعدی بیاییم کلپ رو بذاریم. خب پس این هم میشه اسنیر و کلپمون. توی بعدی میاییم های هتمون رو میذاریم. همیشه توی ریمیک ها گفتم های هت رو نمیشه دقیقا مثل خودش گذاشت، یا باید آهنگ رو بیاریم دقیقا روش بذاریم که حالا به خاطر کپی رایت نمیشه، یا اینکه باید چیزی که تو ذهنمونه رو بذاریم، که من هم الان اینجا میخوام اون چیزی که توی ذهنم هست رو بذارم. میتونید حالا شما دیگه به آهنگ اصلی گوش بدید دقیقا مثل خودش بذارید. چیزی که من یادم بود به این حالت بود. حالا میتونم اینا رو یکم ولوسیتی هاشو بعضی جا تغییر بدم، میتونیم یکم بهش پنینگ اضافه کنیم. دیگه میتونید با آهنگ اصلی گوش بدید اینو دقیقا چیزایی که رو خودش هست رو مثل خودش بذارید، اگه میخواید کپی کنید مثل خود آهنگ اصلی. تا اینجا کار این پترن رو گوش کنیم. خب پس این بود پترن دراممون. اوپن هات رو توی یه دونه پترن جداگانه میذارم، چون یه سری جاها هست یه سری جاها نیستش. این هم میشه پترن اوپن هتمون. اگه دقت کنید یه سری جایی حالت نوت اسلاید دادم بهش، حالا به نظرم اومد توی آهنگ اصلی اسلاید داره، شاید هم نشته باشه، حالا خودتون میتونید گوش بدید تصمیم بگیرید که اینجوری اسلاید بدید بهش یا اینکه ندید. گوش بدیم به این اسلایده، به این حالت در میاد، اون آخر نوت یه اسلاید میخوره مثل 8-8 که اسلاید میدیم میاد پایین. خب پس این اوپن هات هم میذاریم جایی که هستش. توی پترن بعدی بیایم اون سمپل هایی که از اینتروی آهنگ گرفتیم رو بذاریم. خب اینو از خود آهنگ اصلی گرفتم. تا اینجای کار درامم پس به این حالت در اومد. این سمپل هم براتون میذارم اگه خواستید دانلود کنید. میریم سراغ اینسترومنت هامون. برای ملودیمون از تریکس اوسیلیتر استفاده میکنم. همین موجای سینوسی که هست رو میایم باش فعلا ملودیمون رو میذاریم، بعدا میایم
صدامون رو یک کم تغییر میدیم، مشابه تر میکنیم. من گام بیتمون رو مشخص کنم که ببینید از کدوم نوت ها داریم استفاده میکنیم. گام بیتمون سی شارپ مینوره. نوت های گاممون رو اگه دقت کنید اینجا الان مشخصه. قبلا بهتون گفتم توی ملودی های ترپ معمولا نیم پرده ها بیشتر استفاده میشه. توی این بیت هم دقیقا همین جوریه. الان من ملودیمون رو میذارم ببینیم که به چه حالتی در میاد. خب این ملودیه که توی آهنگ داریم. الان فقط صدا اونو اگه دقت کنید یه کوچولو صدای کلیک داره و اینکه خیلی هم مونوه، وسطه. اینو الان میام داخل تریکس اوسیلیتر، اول یه کوچولو یه دونه از این اوسیلیترها رو دیتون میکنم، مثلا اینو. همینطور که دیتون میکنم به صدا دقت کنید که نم نم وایت تر میشه. یه اندازه میایم اینو دیتون میکنیم که دیگه خیلی غیر طبیعی هم نباشه. مثلا یه اندازه الان خوبه. بعد میایم توی این قسمت انولوپ یه کوچولو بهش اتک میدیم که اون صدای کلیکه بره. اینو میام به این حالت میذارم. حالا شاید یکم ساستین و ریلیس هم بهش بدیم. این اتک دیکی ساستین ریلیس رو توی آموزش سینتیسایزرها تعریف کردم که چی و چی کار میکنه. اگر خواستید میتونید برید توی پلیلیست سینتیسایزرها ببینید. 4-5 قسمت تا الان گذاشتم که حالا بعدن کم کم اینو همینجور ادامه میدیم. حالا میتونید به این بیاید این حالت پورتامونو هم بدید که حالا توی این تغییر نوتاتون یه کوچولو حالت گلاید و اسلاید هم به اون صداتون اضافه شه. خب اینو میفرستم توی میکسر. بعدم میایم روش، یا همین الان بذارید روش یه دونه ریورب بذاریم. خب پس این میشه ملودی بیت من. توی کل بیت هم این ملودی داره تکرار میشه. توی پترن بعدی میام اون سینت بیسی که داریم رو میذارم. برای این سینت بیس هم میتونید از تریکس اوسیلیتر استفاده کنید، میتونید از هارمور استفاده کنید، میتونید از همین جی ام اس استفاده کنید. من میام از اون پریستی که قبلا درست کردیم استفاده میکنم. روی اینم این پورتامونو رو میذارم چون یه سری اسلایدم داریم توی این پترن. خب میتونید اینا رو به حالت نوت اسلاید بذارید. خب این اولین پترن سینت بیس همه. توی دومی یکم تغییر میکنه، میام اینو یونیک میکنم. توی این دومی این میاد روی A، بعد این میاد روی جی شارپ توی اکتاو بالاتر. حالا این اسلاید هم یه کوچولو شاید تفاوت پیدا کنه. Thank you.
اینم میفرستم توی میکسرم. توی میکسر میایم روی این یه دونه اکولایزر میذاریم، یکم از اون های فرکانسش میگیریم. میتونید الان به این یه دونه لیر ساب بیس هم با تریکس اوسیلیتر یا با خود همین جی ام اس اضافه کنید با همون نوتا با همون اسلایدا، یا اینکه میتونیم بیایم یه کوچولو این قسمت بم اینو بوستش کنیم یا بیشترش کنیم. بعدن کیکتون رو میتونید بیاید با این سینت بیس ساید چین هم بکنید. توی آهنگ اصلی هم حالت ساید چین رو داره روی سینت بیستون با کیک، یا اینکه میتونستم بیام از ناب ولومش اتوماسیون بگیرم، جایی که کیک داشتم ولوم سینت بیس رو یکم کمتر کنم. خب پس این هم میشه از سینت بیسمون. دو تا صدای دیگه هم داریم، باز اینا هم از هر VST که دوست دارید میتونید استفاده کنید. یه دونه صداش حالت پلاک مانند داره که بیاییم مثلا اینه از این استفاده کنیم. خب اینم میفرستم توی میکسر، روش میام یه دونه اکولایزر میذارم. این صدا توی آهنگ اصلی پن شده به سمت چپ. میتونم اینا حالا توی این قسمت بیام یه کوچولو شیفت کنم جلوتر. وقتی شیفت میکنیم جلوتر اگه دقت کنید خیلی بهتر شنیده میشه صداتون، چون همزمان با اون اسنیره با اون های هته یا با اون ملودیه که داریم دیگه نیست، یه کوچولو اومده جلوتر، به خاطر همین جفت صداتون بهتر شنیده میشه، همون ملودیه بهتر شنیده میشه، همین صدایی که الان اضافه کردیم. یه کوچولو هم اینا رو کوتاه‌تر کنیم. خب صدای بعدیمون یه دونه صدای پد ماننده، باز این هم میگم از هر VST دوست دارید میتونید استفاده کنید. من میخوام همش از FL Studio باشه، از GMS استفاده میکنم. شما حالا میتونستید بیایید مثلا نکسوز استفاده کنید، میتونستید بیایید از آمنیسفیر استفاده کنید. بذارید از همین استفاده کنیم، زیاد دنبال صدا نگردیم. خب اینم بفرستیم تو میکسر.
یکم از اون قسمت بمش بگیریم که با اون سینت بیس اون قاطی نشه، یکم هم فیلترش کنیم از قسمت های. این هم پند میکنم به سمت راست، توی بیت اصلی هم به سمت راست، حالا اون پدی که اونجا هست با این پد تفاوت داره ولی خب به سمت راست پند شده. اینا رو گوش کنیم با هم. خب پس اینم میشه این پدمون، بیتمون تقریبا الان تکمیله، فکر نکنم چیز دیگه ای داشته باشه، حالا به جز یه سری افکس و اینجور چیزا که حالا میتونید خودتون دل بخواهی هم بهش اضافه کنید. خب اگر خوشتون اومد میتونید ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، یا اگه خوشتون نیومد میتونید دیسلایک کنید. سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا حافظ.